علی امروز یه پست گذاشته بودی واسه وریا، من فکر می‌کنم اجحاف شده در حقش و به حال با اون بازیکنی که این همه زحمت کشیده برای فوتبال ما حقش بود و هست یه خداحافظی، حالا که تصمیم گرفته به هر دلیلی خداحافظی کنه، خداحافظی با شکوه داشته باشه که خب نشد دیگه. به نظر من وریا میتونه صادق خان هنوزم بازی کنه، یعنی اون شرایطشو داشت، ولی میگم یه تصمیمی گرفت که باید بهش احترام بذاریم به این تصمیمی که گرفت و خیلی هم دوست داشتم که می اومد، چون یه استوری گذاشته بود که برای دربی باید می اومد خداحافظی میکرد و ما همه منتظرش بودیم که بیاد، ولی خب این اتفاق نیفتاد. ولی خب در کل میگم که امیر خانم که یه استوری براش گذاشته بود، ایشالله که بتونیم حالا تو تیم ملی کدوم بازی خداحافظی بذارم براش. چیزی که آقای قلنی گذاشته بود منم شنیدم، گفتن یه بازی ملی هست که امیدوارم این اتفاق بیفته به زودی، ان شاء الله این اتفاق بیفته، چون واقعا خیلی زحمت کشید عادل خان. ما خودم خیلی نکتهش اینه که تصمیم آیا تصمیم خودش بود که مثلا خداحافظی بکنه. من فکر می‌کنم یعنی تو فوتبال خیلی حقش بیشتر از اینا بود، وریا به عنوان کسی که سال‌های سال به حال بازی کرد و حقش نبود که اینجوری اینقدر محجور از فوتبال بره کنار، یا مثلا چه می‌دونم خداحافظی که خودش حالا بازم تو این شرایط اجباری که قرارش دادن اونم حتی نتونست انجام بده و نمی‌دونم، امیدوارم که قدش دونسته بشه، چون سال‌های سال خاطرات خیلی خوبی همه باش داشت. خاطره یادم دقیق یادم نیست، ولی یادم روز اولی که شما رفته بودی تست بدی برای گزارش، بازی لهستان بود اگه لهستان ایتالیا درست میگم نه؟ آره. عجیب بود برام و اینجوری بود که ما از بعد از ظهرش داداشم که از دانشگاه اومد گفت بشین امشب رفیق من میخواد گزارش کنه. بودم یعنی چی؟ اون موقع اولین بار بودم که برنامه بود، آره برنامه آنچه شما خواستید بود. بعد رفتم اونجا آقا گفتم یه بازی میذاریم بعد گزارش کن. حالا چی؟ ایتالیا لهستان 1982 بودن. خدایا من چیکار بکنم؟ اون موقع اصلا از هر چی میدونستم و گفتم خیلی ولی خوب بود. آره خوب بود. عادل فردوسی پور هستم، 20 سالمه، دانشجو سال دوم مهندسی صنایع هستم. آقای فردوسی ما آماده هستیم که گزارش شما رو ببینیم و بشنویم. آیا اینو فکر کنم دخترها خیلی میخوان اینو بگم، فکر کنم خیلی هم دخترها طرفدارش باشن. آره دیگه حسابی تیپش ماشاءالله درسته. یه خاطره دارم تعریف میکنم. خب بگو. آره یه روز به من گفتش که من بهش گفتم بابا بیا با هم صمیمی باشیم، با هم دوست باشیم، هرچی شد به هم دیگه بگیم. دیگه میگه آره بابا راست میگی. منم خیلی خوشحالم دیگه هر کار کرد این به من میگه. درست این حرف رو زور صحبت کردیم اینا. یه غروب به من گفت که بابا ببخشید من میخوام دوست دختره بیارم خونه. خب من هنگ کردم. یه گفت بری بیرون ها؟ اصلا گفت اصلا بیار خونه. اصلا تو شرایط تو ما تهران این شرایط شد عادی باشد، ولی تو شرایط ما در همچین چیزی وجود این منو گفت. هنوز را پیش من این صحبت ها را اصلا نمید مادرش من سرم این برسان و سیاست یه هم میگه بابا من بذار دوست دخترم بیارم. نه گفتم من دیگه نمیدونم بیرون اگه میشه فضا رو برای یه دختر پسر راحت بزنیم بخوام صحبت کنیم. واقعا صحبت بود، صحبت می‌خواستیم بکنیم. سن سوالش آقا این حتی این حرفا رو پیش من نمیزد، اصلا باورتون نمیشه. میگه خب بیر رفیق باشیم خودش آه. آه. اون موقع ویدیو بود، ویدیو ممنوع بود، من تو خونه ویدیو داشتم. بعد مثلا هر جمعه مهمونی این نمیومد، گفتم آقا بیا بریم مهمونی، میگفت نه من نمیام. خب من دیگه یه دختر دارم روزا، خیلی از ذریع بوچیش بالا. خب گفت بابا این پاشت پاهای منو میزنی میگه نگو. به من گفتش که بابا باورم اعتماد نداری سیم بگم ببر. من راه گفتم هر جور سیما رو کندم و بردم خونه. یه هم دختر میگه بابا یه چیزی نکنی رفته باشه سیم خریده باشه. من از مهمانی اومدم خونه، اومده که دیب سیما همه وزده نشسته داره فیلمه رو نگاه میکنه. فیلم چیه؟ فیلم بد که نبود شغله فیلم ها نه یه اون زمانی که داره صحبت میکنه 13-14 سال هم بود. اون موقع مثلا یه فیلم هایی اصلا ممنوع بود تو ایران زمین، ببخشید فیلم های خارجی بدون روسری ما نمیتونست نگاه کنیم. ببین الان تو شرایط ایدئال یا تو دنیای موازی این دفتر باید دفتر حداقل دارم میگم دفتر رئیس فدراسیون فوتبال ایران میبینی، تو اینقدر جایگاه داری، اینقدر ابهت داری، اینقدر همه
جا وجهه داری که توی دنیای موازی ایدئال علی دایی باید رئیس فدراسیون میشد، حداقل دارم میگم نه اگه بخوام پست بالاتر از اولا که علی دایی کماکان اون علاقه و خیلی راحت بخوام بگم اون کرم فوتبال هنوز داره، من میدونم که شما دنبال میکنی، دوست داری، علاقه از بین نمیره که. واقعا چرا علی دایی باید دور باشه از فوتبال؟ 3 سال خورده از فوتبال ما دور باشه. این نظر لطفتونه، اما یه مسئله هست که ما توی یه مملکت زندگی میکنیم که شاید خیلی ها ناراحت بشن. اونایی که باید تو جایگاهشون باشن نیستن، اونایی که نباید اصلا به چنین جایگاه هایی که الان تو مملکت ما هست برسن رسیدن. تنها تو فوتبال نیست، تو همه چی ما این مسئله رو داریم میبینیم. لابی های بیرون هیچ موقع نمیذاره امثال من بتونم تو چیزی که جوونیم رو گذاشتم، تو رشته‌ای که ببخشین واسه بالای 300 تا بخیه خوردم، بتونم تو اون کار بکنم با عشق و علاقه. من کسی نیستم که با هر شرایطی بتونم با بعضی از آدم ها کار بکنم و به خاطر اون اومدم بیرون. پس ما عشق و علاقه کماکان وجود داره؟ مطمئن باشین علاقه ای که اصلا از بین نمیره. شما مگه میتونی علاقه رو تو خودت خفه کنی؟ نه نمیشه. علاقه وجود داره، عشق وجود داره. اصلا از علاقه مال ما عشق به فوتباله، نه علاقه. شاید کار کردن رو از من بتونن بگیرن، اما اون عشق و علاقه رو هیچ کس نمیتونه بگیره. مشکلاتی که الان مردم ما گریبانگیرشن، مخصوصا مشکلات اقتصادی، ربط پیدا میکنه به این که اونو که جایگاهش نیست تو جایگاهی نشسته که داره تصمیم میگیره و تصمیمات غلط و اشتباه میگیره. من خیلی وقتا گریم میگیره که راجب ما یارانه صحبت میکنیم، راجب الان نمیدونم کوپن و این چیزا صحبت میکنیم. این توهین به مردم مملکت ما اصلا یعنی چی؟ اصلا من این چیزا رو نمیفهمم. شما فکر کنین ماهی 10,000 میلیارد یارانه داده میشه، با این یارانه ها نمیشد تا الان از اون موقعی که دادن هزاران کارخونه ایجاد کرد، میلیون ها نفر رو فرستاد سر کار. من اصلا موندم، هاد و واد موندم. حالا حداقل یه 100 نفری کارمند دارم، باهاشون کار میکنم. مگه میشه؟ عذر میخوام، الان از سال قبل تا امسال بالای 60-70% اداره خونه ها بالا رفته. چجوری میتونه یه آدمی بیاد چقدر کار بکنه، چی کار بکنه که بتونه این خلأ رو پر کنه؟ من خدا وکیلی، شما خودتون میدونین ما یه رستوران کوچیک داریم. باور میکنی اکثر کارمنداش لیسانس، فوق لیسانس هن؟ من واسه خونه کارگر یکی رو میخواستیم که به خانم کمک کنه تو خونه. باور میکنه رزومش رو آورد من گریم گرفت؟ فوق لیسانس بود. فوق لیسانس یعنی باید بیاد تو خونه من کار بکنه؟ شما اگه نگاه بکنی ما همش دستوری، فلان کس گفت قیمت بالا نره، فلان کس گفت فلان. مگه با دستور دادن چنین اتفاقاتی میفته؟ ما سیستممون خرابه. یعنی آروم بودنت چند تا دو سه تا واکنش کاملا پخته است و من دیدم واقعا خیلی لذت بخش بود. یکی دو تا بود دیگه، در واقع یه بار نام کی بودش اعلام میکرد نامزدای سیمرغ جشنواره رو، اولین باری که انتخاب فروتن. آره ما از فروتن. اون خنده ای که قطعا تو رو خیلی اذیت کرد مطمئنم،
ولی برخورد تو بعدش خیلی پخته، خیلی بالغانه بود. با اجازتون نامزدهای بهترین نقش مکمل مردم خدمتون اعلام میکنم. یک، آقای پژمان جمشیدی برای فیلم سوء تفاهم، و یکی هم یه کنفرانسی بود یا نشست خبری سوال بسیار تند و هر کسی بود شاید ناراحت میشد، یه برخورد شاید تند اگریسیو نشون میداد، ولی تو خیلی خیلی خونسردی، من دوست داشتم. آقای جمشیدی، در فوتبال که به جایی نرسیدید، فکر نمی کنید برای دیده شدن راه های بهتری هم وجود داره و دیده شدن صرفا با ورود به بازیگری نیست؟ اونقدر زندگی برام واقعا با ارزش نیست که فکر کنید برای دیده شدن میام فیلم بازی کنم، اصلا اینطوری نیست، خودم رو سرگرم میکنم. متشکر آقای جمشیدی. ببین اولا من که حالا شعاری میشه، ولی خب چون انجامش دادم دیگه میتونم راحت راجبش صحبت کنم. اولین چیزی که مد نظرمه اینه که اون آدمی که این سوال از من میکنه یا کسی که کامنتی مینویسه مثلا بر علیه من، اون فکر نمیکنه که من یک خواهری دارم، یک برادری دارم، یک پدری دارم، یک مادری دارم که احتمال داره این کامنت رو بخونه یا این فیلم رو ببینه و چقدر ناراحت میشه، چون اون دیگه خود منم نیست. من میتونم خودم تجزیه و تحلیل کنم، چون خودمم، در خودم حلش کنم. وقتی میخوام جواب اون آدم رو بدم، کلا چند ساله که اول به این فکر میکنم، فکر میکنم که اون آدمه اگر سنش کم باشه یه پدر و مادری داره که من باید مراعات اونا رو بکنم، اگر سنش زیاد باشه یه بچه‌ای داره که قطعا فیلمو میبینه من باید مراعات اینا رو بکنم. این اولین چیزیه که ترمز منو برای جواب دادن سفت میکشه. یه موقعی هم واقعا این که از روی آرومیم و انسانیتم و اینا نیست، واقعا دیگه جون این که بخوام برای مردم خودمو توضیح بدم ندارم. یعنی من همین، من الان 20 خورده سال آدم مشهوری هم تو ایران و دیگه این مردم منو از بچگی منو بزرگ کردن تا الان. اگه فردا یکی اومد گفت پژمان جمشیدی دزدی کرده و خبر داری، اگه باور کنید خیلی به نظرم نامردیه. بابا شما 23 سال منو دیدی، اگه میخواستم دزدی کنم در طول این 23 سال کرده بودم. حداقل یک لحظه پیش خودت فکر کن نه بابا من میشناسمش، نکرد همون موقع نگو اه فلان فلان شده دزدی کرد. این در مورد خودم نمیگم، در مورد همه آدمایی که سالهاست ما داریم میبینیمشون. نمیشه یه شبه یه آدمی یه و یه چیز دیگه بشه، استثناء هستا، ولی به طور کلی دارم میگم، صرفا هم در مورد خودم نمیگم. در مورد اون آقایی که در خط فرضی اونو گفت، واقعا جوابی که دادم صادقانه بود. این بود که روز قبلش فکر میکنم، آره روز قبلش بود، خبر یک نقدی از بازی من در فیلم شیشلیک نوشته شده بود و یه صفحه سینمایی بود و من سر فیلم برداری زیرخاکی دو بودم. همینجور صفحه رو داشتم نگاه میکردم، یک ساعت بعدش دوباره باز کردم، حالا نمیدونم یادم نیست چی رو نگاه کنم، خبر بعدی فوت علی انصاریان بود و این میتونست کاملا جابجا بشه. به همین سادگی میتونست یک نقدی راجع به بازی علی انصاریان باشه و فوت پژمان جمشیدی به همین راحتی. یعنی زندگی به اندازه یک ساعت و یک پست میتونست جابجا بشه. وقتی اینقدر چیز پیش پا افتاده یا حالا از من تعریف کردن، من رفیق صمیمی و بعدش از دست دادم یا بالعکس میتونست بشه، اونجا به اون آدمم گفتم وقتی من این چیزا رو دیدم اصلا واقعا انقدر برام زندگی چیز مهمی نیست که من بخوام بیام سینما بازی کنم برای اینکه مردم منو ببینن به به و چرچر کنم. من دارم تلاش میکنم برای اینکه تجربه کنم، کیف میکنم، مردم میرم فیلممو میبینم، ولی اینکه صرفا از روز اول اومده باشم که بازی کنم برای اینکه دیده بشم و شهرت بیشتری به دست بیارم، واقعا نبوده. من که بسیار شانسی بازیگر شدم. من دو تا حرفه ای رو تجربه کردم که شوخی نداره، مخاطبش مردمن، اصلا اونا انتخاب میکنن که تو بازی بکنی یا بازی نکنی و تهیه کننده و کارگردانم در بطن این جامعه دارن زندگی میکنن، میشنون که آیا مردم دوست دارن که این بازیگر بازی کنه یا نه. مگه شما میتونی بازیگر بازیکن متوسط یا بدی باشی و بیای برای پرسپولیس و استقلال بازی کنی؟ هفته اول میذارنت، هفته دوم همه هوت میکنن، اصلا شدنی نیست. با پارتی بازی شاید یکی بیاد، ولی نمیتونه بمونه و بازی کنه. و
گریه کنی منم باهات میشینم گریه میکنم. قشنگ امروز همه کار با هم کردیم، یه گریه هم با هم نهار خوردیم، پینگ پونگ بازی کردیم. زندگی همینه دیگه، یه روزی بچه بزرگ میشی، یه روزی پدر میشی و دغدغه بچه ها ته که هر روز سعی میکنی که اونا رو برطرف بکنی. آرزو میکنم خدا ایت پدری و شرمنده بچه هاش نکنه. من چند تا عکس از پدرم دیدم، همیشه کنار ما بود، همیشه میگم بهتون گفتم سواد آنچنانی نداشت، پنجم قدیم بود، اما از خیلی از دکترها و پروفسورها باهوشتر بود، با معرفت‌تر بود. یعنی ما هر چی داریم از پدر مادرمون داریم. شاید باور نکنیم بهترین رفیق من پدرم. اگر اینقدر پرسپولیسی هستید و تو سالهای سال پرسپولیسی بودید، پارسال که پرسپولیس قهرمان شد و رامین نبود تیم پرسپولیس، خوشحال شدید، ناراحت شدید، چی بود؟ ناراحت شدم در حد تیم ملی. آقا ول کن، دوست داشتم رامین قهرمانی بیاره. فرض رو بگیم بره استقلال، استقلال با پرسپولیس بازی کنه، طرفدار استقلال میشه. هر جا رامین هست، هر جا رامین باشه، هر جا رامین باشه، اگه تیم آمریکا باشه دوست دارم آمریکا برنده. آقا خدا شکر یه چیزی گفت که دیگه کات میشه. واقعا اینجوری هم. نه شما میتونست مثلا سوالت اینجوری باشه که پسر تو هر تیمی باشه دوست داری اون تیم ببره یا تیمی که طرفدارش بودی؟ دروغ زدی. الان ما میگیم یه چیزی ما بذاریم روز راستگویی، یعنی یه روز آقا مردم دروغ نگن. آقا دل مردم همه ما دروغ میگن. آقا الان مثلا روز الان من خانومم میگم خانوم دیگه دروغ نگی، میگه باشه. یه دفعه فامیل زنگ میزنه آقا آقا رضایان کجاست؟ خوابه. من گفتم آقا خانوم الان بهت گفتم دروغ نزنی. آقا یه روز بذارن روز راستگویی، مسئولین کشور یه روز بذارن، یه روز بمونه آقا این روز کسی دروغ نگه. نمیدونم دروغ مصلحتی، دروغ نمیدونم اگه راستش بگیم قتلت، آقا اون روز دروغ نگه کسی. آقا من آقا این عشقشه دیگه، عشقش به پسرشه دیگه. یه سندشیم چی بازی میکردی؟ چند عقب بودی؟ تنیس، تنیس روی میز با یکی از بچه ها. من 23 فکر کنم سه بودیم با حمید تایفر. 23 که نره با تهش 21 25 تایی بازی میکردیم. ما 25 تایی بازی میکردیم. نه 22 با همین گفتم من میبرم، بود گفت من میبرم. و کی بود طرف؟ همین تاری بود، همین تاری یکی از بازیکنان خودمون نفت تهران میشناسیش. 25 20 نمیدونم 4 یا 26 24 بود برد. الانم گفته جاملتا فیکسم. من هدف همیشه از کلمات مثبت به کار میبرم. آقا دل لالا بعضی از بچهای جوانان تیم ملی بودیم، جادوگر هم شاید داشته باشه. نوجوانان جوانان بودیم، همه هم میگفتن موری کتاب. موری کتاب. کتاب. من کتاب میخوندم. یعنی الان پادکست گوش میدم به خاطر اینکه چشام از اون حالت در اومده به آستیگما تبدیل شده، میخوام لیزی کنم. و همیشه نمیدونم چی گفتی، برای گفتم جانم میخوام اینو بگم، حرفی که میزنم من مثبت رو میبینم، پیش اومد پیش اومد، نیومدم نیومد. پدیده جام ملت ها شدی عادل خان اگه یاد باشه که یه ماشی گذاشته بودن که قرعه کشی کنن که اینم یکی از دیگه خاطره بازی داشتیم، بعد ماشین گذاشته بودم که آقا برید رای بدید هر کی بیشتر. اون موقع واقعا خدایی کی با اختلاف بالا بود، مرتضی با اختلاف قبل اینکه بخوابیم بالا بود. ووریا زنگ زد به شبکه ای، نمیدونم کردستان و ایلام اینا، زیرنویس کرد. موری گفت واه من جلو بودم. صبح بیدار شدیم، من اینقدر جلو بودم شب. صبح بیدار شدیم یه دفعه دیدم من اینقدر عقبم. گفتم علی چیکار کرد ووریا؟ وای به همه بچه‌ها نفت گفت آقا برید هر کاری می‌کنید فقط من بیام بالا. ولی ووریا واقعا بهش گفته بود، گفته بود آقا هر کدوم برد
ماشین نس یعنی هر چی شد 50-50 این قبول نکرده بود، این به اطمینان گفت منم، گفت تویی برات دارم. شاید اگه برنامه ورزشی و فوتبالی باشه علاقه داشته باشم، به خاطر اینکه احساس میکنم دور شدم یا مردم فکر میکنن من از فوتبال دور شدم، اصلا اینطوری نیست. بعدم نمیاد که یک برنامه ورزشی باحال راجع به فوتبالی باشه که در مورد فوتبال حرف بزنیم و کیف کنم و اینها. یه 90 میسا که تو میشدی مجریش چی میشد آقا؟ من که هیچی، هزار تا گنده تر از منم نمیتونه مثل شما برنامه 90 آقا مخلصیم در طول تاریخ این مملکت دیگه برنامه مثل 90 به نظرم ساخته، نه اینکه جلوتون بگم مرسی. نیازی به تعریف من نده، جای شما به شدت خالیه در طول بزنیم. مرسی، لست داری کشاورز بودی؟ گویا یه داور رو کتک زده بودیش. خیلی اتفاق جالب. نه بابا من که آره زمان فوتبالم مثل الان هم نبودم، الان پیر شدم، ولی اون موقع یه ذر آدم شهری هم بودم. توی لیگ یک بازی بود که مرگ و زندگی بود، بازی با شاهین اهواز داشتیم، تو کورس بودیم جفتمون، منم 11-12 تا گل زدم فکر کنم، با 12 تا گل اون سال آقای گل لیگ یک شدم مرحله اول. نمیدونم چی شد، بازی یکیش به نفع ما بود، یه پنالتی واقعا بیموره، حالا به نظر من بیدلیل آقای جلال مرادی گرفت، همینجوری درگیری شده بود. منم بچه بودم، یعنی سنم خیلی کم بود اون موقع، سال 73-74 بوده دیگه، 17-18 سالم بود. این همینجوری که داشت با هم ریخته بودن سرش و یک دو تا بازیکن داشتیم، داشت همینجوری قرمزا رو به اینو بخش می‌کرد، من همینجوری دست رو رفاله این چرخید منو دید، من همینجوری خوش شدم. یکی هم که زره تو سرش فکر کنم منم، ولی من واقعا نزده بودم، اصلا جرأتشو نداشتم، اینقدر سیبیل داشت من اگرم می‌خواستم بزنم جرأتشو داشتم. آره جدی گفت چه کار می‌کردی؟ گفتم هیچی آقا، ولی پنالتی نبود فلان، بازی تموم شد، بازی تموم شد و بعد دیدیم حکم اومد من 6 ماه محروم کردن. من هیچ کاره بودم. ای خدا هیچ کاری نکرده بودی بابا. من میگم اصلا یه دونه هول کسی رو نده بودم. بعد شدم جسه ای نداشتم. یادم نیست حالا میگم خدایی شاید یه دونه لگن زده باشم. ولی چی میگی؟ قسم خوردم میگم دروغ نگم. لگنی مشتر یادم نیست من زده باشم. لگن زده بودی بابا. به داور نزدم. اگرم زدم به یکی زدم اون وسط مسطا. که بازی هم 1-1 شد، ما حذف شدیم، یعنی که کشاورز حذف شد.